سلام رفقا، حالتون چطور؟ اسم من نیماست. خیلی خوش اومدید به یه باکتروه جدید که اونم چیزی نیست جز بلاد بورنی که بهتون قولشو داده بودم. بازی به شدت دارک، تاریک و ترسناکی که قرار داستان وحشتناکش رو واسهتون بگم، در کنار اینکه قرار تروفیه‌ها رو هم بهتون راهنماش رو توضیح بدم. و خیلی خوشحالم میکنید که این واکترو رو واقعا کنارم باشید تا آخرین لحظه. تک تک ویدیوها رو ببینید حداقل واسه شنیدن قصهش و در کنارش حمایتم بکنید که بتونم این واکترو رو خیلی عالی و درجه یک تموم بکنم. خلاصه که دمتون گرمه که تا اینجا همراه من بودید. بریم سراغ بلادبورن و بازی که خیلی ازش به عنوان شاهکار میازاکی یاد میکنن. Let's go. Oh yeah. Pale blood. Well, you've come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. این چیه؟ چقدر کاتسین ابتدایی بازی عجیبه. توضیحی که داد این بود که آها فهمیدم، تو اومدی دنبال پیل بلاد. حالا پیل بلاد چیه؟ خون رنگ پریده، چیزی که ما الان نمیدونیم اصلا چه معنی داره و کاراکتر ما اصلا چرا دنبالش بوده. و در مورد این صحبت کرد که شهر یارنام مرکز در واقع خون رسانی و مدیریت نمیدونم سیستم خون و اینجور چیز هاست و خیلی از آدم هایی که اصلا مال این شهر نبودن مثل کاراکتر ما میان اینجا تا به وسیله این خون ویژگی های عجیب و غریب به دست بیارن. اما گفت قبل از این که تو پیل بلاد رو دریافت کنی لازمه که با همدیگه یک کانترکت امضا بکنیم، یک قرارداد امضا کنیم. قرارداد چیه؟ و ما رو اینجا میاره که کاراکترمون رو بسازیم. خب طبیعتاً که اسم کاراکترمون نوترونه، کاراکترمون هم مرده، جوون میتونید بذارید، میتونید حالا تغییرش بدید. اما توی بخش اورجین شما میتونید کلاستون رو انتخاب بکنید که اینجا چندین کلاس مختلف دارید. چیزی که واسه من اولویت داره اینه که الان استرنثمون بالا باشه و حالا به میزان کافی وایتالیتی و اندورنس هم داشته باشیم. همونطور که میبینید یکم نحوه استت ها، یعنی کلن استت هایی که توی بلادبورن داریم با بازی های دیگه میازه که فرق میکنه. مثلا یه چیزی داریم به اسم اسکیل، یه چیزی داریم به اسم بلاد تینج، یه چیزی داریم به اسم آرکین و هر کدوم اینا کارایی خاص خودشون رو دارن و تقریبا توی بازیمون به اکثرشون احتیاج پیدا میکنی. حالا همونطور که گفتم واسه این شروع بازی برای من وایتالیتی، اندورنس و استرنس اهمیت داره. کاراکتر اولمون به نسبت خوبه، یعنی وایتالیتی 11 داره، اندورنس 10، استرنس 12 و اسکیل 10. تا اینجا این اوکیه. اما لون سوروایور وایتالیتی 14 داره، اندورنس 11 داره و استرنس 11، که این هم جزو گزینه های خوبمونه. در کنارش میشه گفت که ترابل چالدهود هم بدی نیست ولی خیلی به کار من نمیاد چون فقط اندورنسشه که بالاست و در کنارش حالا اسکیل که من حالا خیلی با اسکیل کاری ندارم. اما وایلنت پست به نسبت گزینه خوبیه چون 12 تا وایتالیتی داره، 11 تا اندورنس، 15 تا استرنس و 9 تا هم اسکیل. این خوبه. پروفشنال هم همچنان میشه گفت که جزو اونایی که به درد من نمیخوره و میلیتاری وتران جزو گزینه های خوبه واقعا. وایتالیتی 10، اندورنس 10، 14 استرنس و 13 اسکیل که جزو گزینه های خوب به حساب میاد. از اینجا به بعد دیگه خیلی راستشو بخواید گزینه های مورد علاقه من نیستن. اما اگر میخواید مثل من یکم قدرتمند باشید، دمیج خوب بزنید و به نسبت کاراکترتون تانک باشه که واسه بلادبورن گزینه خوبیه، میتونید از بین این گزینه‌هایی که گفتم انتخاب کنید. میلیتری وتران، وایلنت پست و در واقع لون سوروایور. اینا به نظر من گزینه‌های خوبی هن، ولی میلیتری وتران رو به نظرم گزینه بهتریه به خاطر اینکه
HP رو میتونیم زود بیاریم بالا، ولی استرنس و اسکیلمون وقتی همین اول زیاد باشه ما دمیج به نسبت بهتر میزنیم. پس من ملیتری وترن رو برمیدارم. در مورد قیافتون هم که میتونید هر کاری دوست دارید بکنید و خیلی راستشو بخواید واسه من فرقی نداره، چون اصلا میره زیر ست ها و چیزی از کارکترمون معلوم نیست. اوکی، آماده این واسه رفتن. برو بریم. بازیمون هم آفلاینه که کسی این ویدینامون نکنه، داستانی واسه مون پیش نیاد و از اینجا به بعد تازه قصه شروع میشه. قرارداد امضا کردیم. ایشون هم خوشحاله. خب رفت سراغ این که خون ما رو یه جورایی عوض کنه. یه هر اتفاقی افتاد باید به این فکر کنی که شاید دارم یه خواب بد میبینم. چه اتفاقی قراره واسه ما بیفته؟ خب ما از حال رفتیم، به هوش اومدیم، همچنان خون داره به بدنمون تزریق میشه. این چیه؟ یا خود خدا، آتیشش زدن. این از کجا اومد؟ زمین چرا پر خون شد یه دفعه؟ اینا چیه؟ یکی هم نیستم. دندون نشون نده به من، دندون نشون نده. شما واسه خودتون یه هانتر پیدا کردی؟ اینا کی بودن که ما رو پیدا کردن؟ و چرا این خانومه ما رو هانتر صدا کرد؟ مثل اکثر بازی‌های میازاکی، بازی با یک سری سوال شروع میشه که اینجا شاید یک کوچولو جواب یکیشو بگیریم. میگه چی؟ میگه کسی که دنبال پیل بلاد میگرده باید آماده شه واسه شکار. پس کسایی که به این شهر میومدن یا عضوی از خود این شهر بودن که میومدن و در نهایت پیل بلاد بهشون تزریق میشده، میرفتن واسه شکار. اما شکار چی؟ تو این شهر چه اتفاقی داره میفته که من باید برم شکار کنم؟ تو شهر مگه آدم شکار میکنه؟ اوکی، و میبینید اینجا یه حالت درمونگاه تور داره. بروم بیرون ببینید روزا چند چند هست. من باید چیو اصلا شکار کنم؟ خب موقعی که برسید اینجا شما یه سری نامه روی زمین میبینید که داره بازی رو واسه تون توضیح میده. همینجوری به چرخی این دوروبر از این نامه ها زیاد هست. مثلا میگه لاک میکنه با R3 در واقع و نمیدونم با R1 میتونید اتک سبک بزنید که این میشه، با R2 هم همچنان میتونید دمیج محکمتر بزنید، یعنی دمیج قوی ترتون روی R2ه. اما موقعی که نگاه دارید میبینید یه صدایی میده و معلومه که R2تون یک دمیج ویژه تر هم داره. نکته ای که در مورد این دمیج ویژه تر وجود داره اینه که توی بازی چیزی به اسم بکستب دیگه وجود نداره مثل کارهای دیگه میازاکی، و اگر شما بخواید کسی رو بکستب کنید باید برید پشتش و این دمیج ویژه رو بهش بزنید. اینجوری طرف میخوابه زمین و شما میتونید یه ویسرال اتک به اصطلاح بهش بزنید و اکثر اچپیش رو ببرید. این توی اکثر بازها هم دیده میشه و میتونید ازش استفاده کنید. اما یه چیزی هم در مورد وضعیت داج بازی بهتون میگم. نکنید اگر شما لاک نکرده باشید روی انمیه اینجوری میتونید با زدن دایره بپرید این بر اون بر. اما موقعی که لاک کرده باشید
کاراکترتون دش میزنه که سرعت بازی بالاتر باشه. پس باید حواستون به این موضوع هم باشه. در مورد سلاح‌ها و اینام توضیح میدم یه کوچولو جلوتر، اما الان میخوام برم ایشون رو قاقاش بدم. یه احتمالی وجود داره که من بمیرم، ولی سعی میکنم که ایشون رو بکشم. ببینید، این اون حرکتیه که گفتم و میتونید اینجوری یه ویسرال اتک بهش بزنید و خدافظ. فقط کافیه پشتش وایسید و همین کار رو انجام بدید. بهمون 3 بلاد وایل میده. بلاد وایل چیه؟ اگر دیمن سولز رو واکتروش رو دیده باشید، متوجه شدید که این بازی مثل کارهای دیگه میازاکی یه چیزی به اسم استوس فلسک نداره و شما با اون گلوگیاها خودتون رو درمان میکردید. اما توی این بازی دقیقاً یه عقبگرد داشته میازاکی و رفته سراغ دیمن سولز، یعنی مثل دارک سولز سیستم هیلینگ بازی رو طراحی نکرده. موقعی که شما HPتون کم بشه، 2 واسه یه درمان خودتون دارید. اولین راهو اینجا بهتون میگم، راه بعدی رو هم یکم جلوتر میفهمیم. بلاد وایل هیل بازیه و به تعداد محدودی ازش توی بازی پیدا میشه، دقیقا مثل این کویک سیلور ها که الان 10 ازش برداشتم. کویک سیلور ها مناسب سلاح های گرم مونه. حالا شاید واسه تون سوال بشه مگه سلاح گرم داریم توی بازی؟ میگم بله، سلاح گرم هم داریم و به شدت هم کاربردیه. جلوتر میفهمید چون الان ما هیچ سلاحی ندار. یه کوچولو دیگه سلاح رو برمیداریم توضیح میدیم. همچنان هم بلاد وایل داریم و در کنارش شما میتونید خودتون رو به یک شیوه دیگه هم درمان کنید. باید هم حواستون باشه که تعداد هم بلاد وایل هم کویک شات هاتون محدوده. این یکم فاصله گره بدین رو بکشید و اینو مخصوصا کردمشون و که داستانی واسه همون ایجاد نکنه. اینجا شما نردبون دارید که میتونید برید بالا، اما قبلش سریع بیاید اینجا، این کوکتل مولوتوف رو بردارید. کوکتل پر توف ها و برید بالا. چقدر این لحظه سوتینگ بود، چقدر اصلا آرامش بخش بود. از زیر در رفت، کیف کرد. و اینجا میرسیم به اولین لمپ بازی که حکم بونفایر رو واسه ما داره و موقعی که شما پاش بشینید به هانترز دریم میرید. هانترز دریم یه جورایی مثل فایلینگ شراین دارک سولزه، جاییه که ما آپگرید میکنیم، جاییه که ما میتونیم سلاحامون رو قدرتشون رو بیشتر بکنیم و یه سری اطلاعات هم به دست بیاریم. اما اگر شما اون اول به اون گرگ میمردید، میومدید اینجا و این کاتسین براتون نمایش داده میشد، چیز عجیب و غریبی نیست. اینجا در واقع جاییه که هانترها به آرامش میرسیدن. در مورد اینم گفتم که اگر بمیرید میایید اینجا، پس جاییه که باعث رفت و آمد ما میشه، یعنی مسیر بین مرگ و زندگی ماست یه جوره. اینجا یه عروسک داریم که الان همین جوری خیلی بیروح افتاده اینجا، هیچ کاری هم با همون نداره. اصلا اسمش هم اینه، میگه، یعنی اسمش که نیست، میگه که یه عروسکیه که این گوشه افتاده و ولش. ولی موقعی که بیاد اینجا میتونید سلاحاتون رو انتخاب بکنید. این سلاح اصلیتونه، یعنی سلاح سردیه که معمولا باش بازی میکنیم. بین اینا 2 سلاح هست که واقعا خوبه، یکی هانتر اکسه یکی ساکیلیوره. ساکیلیور خب معروف ترین سلاح بازیه که اکثرا توی کاور آرت ها اینا هم دیدید و واقعا سلاح خوبیه و تو یه بخش عمده ای از بازی رو هم حتی میتونید باهاش برید. هانتر اکس هم خیلی خوبه. من این رو فعلا انتخاب میکنم، ولی جلوتر دوست دارم مثلا خود شما هم مثلا بنویسید که دوست دارید با کدوم سلاح بازی رو جلو ببرم. در کنارش اینجا یه چیز داریم به اسم سلاح گرم که هانتر پیستول و هانتر بلاندر باس، که از بین اینها من پیشنهادم این هانتر پیستوله، بخاطر اینکه عملکردش خیلی سریع‌تره و بیشتر به کارتون میاد. اینکه چی کار میکنه رو یه کوچولو دیگه واسهتون توضیح میدم. و اینجا با
انتخاب این گزینه میتونید نوتبوک رو دریافت کنید که واسه بخش آنلاین بازیه و ما خیلی باهاش کار نداریم. اما اینجا یه پیریه نشسته. آها. تو باید هانتر جدید باشی. خوش اومدی به هانتر زیرین. اینجا خونه تو خواهد بود. فعلا. اسم من گرمنه، دوست هانتر هام. گرمن، فرند تو یو هانترز. یو شیل تو بی این فاین هیز اباوت ناو، بات دونت ثینک تو. شاید یکم الان گیج و ویج بزنی، ولی نگران نباش، اتفاق خاصی نمیفته. برو بیرون، یه سری هیولا بکش و این وسط خوبه در نهایت. این کاریه که هانترها انجام میدن. بعد بهش عادت کنی. پس هانترها چی کار میکنن؟ کسی که پیل بلاد رو گرفته تبدیل به هانتر میشه میاد برای شکار توی شهر یارنام و شروع میکنه به کشتن چی؟ هیولاها. یارنام چه شهریه که پر هیولاست؟ ما اصلا اینجا چی کار میکنیم؟ پیل بلاد چیه که ما گرفتیم؟ اینجا یه زمانی محل امن هانترها بوده، یه ورکشاپ که هانترها می اومدن اینجا از خون استفاده میکردن واسه قدرت خودشون، واسه ارتقای قدرت خودشون و سلاحاشون. میگه اینجا الان وسیله خاصی دیگه وجود نداره، ولی هرچی پیدا کردی بیاری اینجا ما میتونیم حداقل باهاش یه کاری بکنیم. و در مورد داله صحبت کرد و گفت اون شاید بهت بتونه یه خدمتی بکنه و راضیت نگه داره. عروسک؟ عروسک چی کار بتونه واسه من بکنه؟ و دیگه دیالوگ خاصی هم نه. اینجا جاییه که ما میتونیم سلاحامون رو قوی بکنیم که یک آیتمی میخواد به اسم بلادستون شارت واسه شروعش، که بلادستون ها در واقع همون مثل اسمتینگ استون های الدن رینگ یا چه میدونم چیزهای دیگه ای هم که تو بازی های دیگه میازاکی دیدیم. اما چجوری حالا ما میتونیم اصلا سلاح دستمون بگیریم؟ نگاه کنید، اینجا جاییه که ما میتونیم سلاح ها رو توی دستمون بذاریم. دوتای اول واسه سلاح های سردمونن، دوتای دوم میشن واسه سلاح های گرممون. که من اینجا هانتر پیستول رو میذارم توی دستم. یکم دارم توضیحات اضافه میدم ولی لازمه، چون بلادبورن یکم بازی متفاوت تریه به نسبت چیزهای دیگه ای که از میازاکی دیدیم. و اینجا هم که بعدن مثلا باز میشه، فعلا بهش دسترسی نداریم. اینجا هم یه در واقع نامه است که حالا خیلی چیز خاصی واسمون نمیگه. الان ما آماده ایم واسه رفتن. همه این سنگ قبرایی هم که دارید میبینید ما رو به یک سری دنیا وصل میکنن. این سنگ قبرهای این سمت در واقع شما رو به یک سری دنیای آپشنال میبرن که مربوط به چلیس دانجن ها میشن، یه سری دانجنن. اما اینایی که اینجا دارید میبینید مربوط به دنیاهای اصلی میشن و پورتال هایی هن که ما رو میبرن به سرزمین های اصلی بازی، جایی که اصل اتفاق ها وجود داره. نگاه کنید، اینجا در واقع همون جاییه که ما ازش بازی رو شروع کردیم، همون فرست فلور، همون درمونگاهی که ازش اومدیم. من برگشتم اینجا. اینجا در واقع ما نداشتیم این لامپ رو، ولی الان ظاهر شده. و حالا موقعی که بیاد اینجا میبینید که این دره بسته است و دیگه باز هم نمیشه فعلا. یه تو واسه شکار اومدی اینجا؟ من خیلی عذر میخوام ولی نمیتونم در رو واسه باز کنم. اسم من یوسفکاست. میگه مریضایی که اینجان باید یکم ایزوله باشن و نه باید از اینفکشن و مریضی دور باشن. تو میدونم اومدی واسه شکار و دمت گرم که داری کمکمون میکنی، ولی من نمیتونم در رو باز بکنم، باعث خطر میشه برای بیمارها و لطفا از اینجا برو. بمونم. یوسف کا بلاد وایل داد که اینا هم یه جورایی حکم HP واسه ما داره.
یا حالا برو دیگه. منم هیچی واسه ارائه ندارم. واسه منم آرزوی موفقیت کرد. و چیز دیگه ای هم واسه گفتن نداره. فقط میگه که برو دیگه. من اینجا هیچی ندارم که بهت ارائه بدم. این حرکتی هم که الان دیدید اتفاق افتاد. من اینه که اگر شما زبدر رو نگه دارید و دست رو تکون بدید، این موشن سنسورای کنترلرای PS4 و حالا PS5 در نهایت باعث میشن که یه سری از این جسترهای شما فعال بشن و این یکی از باگای بلادبورنه. راستش رو بخواید بعضی موقعا میتونه اذیتتون هم بکنه، پس حواستون باشه موقعی که زبدر گرفتید زیاد کنترلر رو تکون ندید چون اینا فعال میشن. اما برگردیم سراغ اصل ماجرا. چند تا نکته رو بگم قبل از اینکه شروع بکنیم. با L2 شما میتونید از سلاح گرمتون استفاده کنید، اما L1 حالا واسمون چی کار میکنه؟ چون اینجا دیگه ما هیچ چیزی به عنوان سپر نداریم. اگر شما L1 رو بزنید، سلاحتون یه حالت ترانسفورمیشن پیدا میکنه، تبدیل میشه و این شکلی میشه، بلندتر میشه اما دمیجش کمتر میشه. اما توی این حالت شما دمیج بیشتر میزنید ولی برد سلاحتون کمتره. هر سلاحی هم ابیلیتیش منحصر به فرد، یعنی الان اینو من واسهتون توضیح دادم، واسه یه سلاح دیگه کاملا متفاوته و اینو باید خودتون برید و پیدا بکنید که هر سلاح چه کاربردی داره و چه جوری میتونید ازش توی موقعیت‌های مختلف استفاده کنید. من بهتون پیشنهادم اینه که بیشترین حالتی که میتونید از این سلاحتون استفاده بکنید توی همین حالت بسته شه، بخاطر اینکه دمیج بیشتری میزنه. اما یه چیز دیگه ای که باید الان اینجا بدونید مربوط به این میشه که چجوری جونتون رو به یک اندازه برگردونید بدون اینکه بلاد وایل استفاده کنید. نگاه کنید ایشون داره میاد، یه اتک به من داد، اچ پی ام یکم کم شد. من به محض اینکه شروع بکنم به اتک دادن به ایشون یه مقداری از اچ پی ام برمیگرده. این باعث میشه که هم بازی سریع‌تر بشه، هم ما اگرسیف‌تر بشیم و در نهایت بتونیم بازی رو جذاب‌تر جلو ببریم. حتی موقعی هم که اینا مردن، همونطور که دیدید من یه سری اتک بهش زدم و باز هم اچ پیم بیشتر پر شد و این خیلی خوبه. حواستون باید به این مورد باشه. انمی‌های بازی هم اکثرا مثلتون بلاد وایل میندازن. حالا مثلا این نکنید بلاد وایل یکی دو تا بعضی سه تا میندازن و این واقعا خوبه. یه سری از انمیایی هم که سلاح گرم دستشونه معمولا واسهتون تیر میندازن که این هم میتونه کمکتون بکنه. خب من رسیدم به جایی که رفتیم هانتر زیریم. اما یه نکته ای وجود داره توی بلادبورن، یه سری کاراکتر وجود دارن توی بازی که ما باهاشون میتونیم تعامل بکنیم ولی نمیبینیمشون. معمولاً خونه هایی که یه چراغ روشن دارن، یه فانوسی جلوی درشون آویزونه، چراغ قرمز رنگ دارن، اینا توشون یه کاراکتره که ما میتونیم باشون صحبت کنیم. یکی از اون کاراکترها که کاراکتر مهمی هم هست ایشونه. آها تو باید یه هانتر باشی و فکر کنم از اونایی هم هستی که اهل این اطراف نیست. اسم من گیلبرته. یه خوب موقعی اومد اینجا کلن خیلی یارنام الان حال و هوای مهمون نوازی نداره. در مورد وضعیت یارنام بهمون گفت یه اینجا اوضاع خرابه، نفرین شده است، اصلا دلیلی نیست که بخوای تو اینجا حضور داشته باشی و هرچقدر اینجا باشی بیشتر آسیب میبینی تا اتفاق خوبی واسه بیفته. یه در مورد پیل بلاد حرف میزنی؟ اصلا چی در موردش نمیدونم، حتی اسمش هم نشنی. خب اوکی and deep within Cathedral Ward is the old Grand Cathedral, the birthplace of the Healing Church's special blood, or so they say. ده چی گفت؟ گفت دنبال پیل بلاد میگردی؟ من اصلا اسمش هم نشنیدم.
hunt is on tonight. بذارین نارم بگم. خب گفت دنبال پیل بلاد میگردی، من اصلا اسمش هم شنید نشنیدم، ولی اگر میخوای تحقیق و تفحص تو انجام بدی و بفهمی اصلا پیل بلاد چیه، و بری به هیلینگ چرچ، بری از هیلینگ چرچ در واقع اطلاعات به دست بیاری. هیلینگ چرچ کجاست؟ یعنی این کلیسای شفابخشی کجاست؟ توی کاتدرال وارده، اونجا مقر هیلینگ چرچه و تو میتونی بری اونجا و ازشون بخوای که به توضیح بدن هر چیزی که به اداره مثلا تامین خون و نمیدونم تغییر و نمیدونم چجوری بگم یه جورایی تعویض خون باشه، هر چیزی که اصلا کلا مربوط به خونه یه جورایی مربوط میشه به کجا؟ هیلینگ چرچ. و تو باید بری اونجا با اونا صحبت کنی، اونا شاید بتونن کمکت کنن. آدرس هیلینگ چرچ هم بهمون داد ولی گفت که مسیرش یکم داستان. یه چیز خاصی هم واسه گفتن نداره. ما باید به سمت شرق یارنام بریم تا بتونیم خودمون رو به کاتدرال وارد و در نهایت هیلینگ چرچ برسونیم. پیولم از این آیتم های پرت کردنیه، مراقبشون باشید. میخواییم خود دو تا اتک در جا مرد عزیز دل برادر. اینجا رو بچه ها از اینجا نپرید پایین، فعلا کار داریم هنوز این سم. بذار من اینو بزنم اول. حالا سلاح گرممون چی کار میکنه؟ آی مرد با همین تیر، ای بی ندار. خب با دکمه بالا همین کاری که من کردم رو شما هم میتونید انجام بدید و به ازای این مقدار خونی که ازتون کم میشه 5 تا تیر به دست میارید. با زدن مثلث هم میتونید خودتون رو هیل بکنید، پس از این دوتا مورد شدیداً توی بازیتون استفاده کنید. حالا بیایم سراغ این که اصلا سلاح دست چپ ما که یک سلاح گرمه چی کار میکنه. اول ما این شورتکات رو باز کنیم که ما رو میرسونه به اول بازی و دیگه اون مسیر رو لازم نیست بیار. یه انمی اینجا هست که یکم زدنش واسه الانتون سخته. آی دیدید؟ آها سلاح زد، فکر نمیکردم باشه بزنید. یکم واسه الان زدنش سخته گفتم که چیز بکنید، ولی روی این بهتون نشون میدم که سلاح گرمتون چی کار میکنه. اگر شما موقعی که سلاح رو بالا میبره انمیتون از الدوتون استفاده بکنید و یه تیر به این بزنید، این میشینه زمین و با نشستن این روی زمین شما میتونید یه دمیج خیلی ترسناک بهش بزنید، دقیقا این پری کردن سری سولزه و به شدت توی این بازی کاربردیه، حتی جلوی باس ها. این از ایشون هیلم نه. اما بریم سراغ ایشون دوباره. ای خدا کم اینمی های بد قلقی هستن اینا، خیلی باید مراقبش باشید. یه داداش بیا. آها همینو میخواستم، یه تایمینگ درست قشنگ میتونی طرف رو بشونید سر جاش و این قدرت سلاح گرمتونه. و حالا میتونید سه تا بلاد وایل هم از روش برداری که خیلی خوبه اگر من زبدرم علکی کار نکنه. اینم رفتی، یا خدا چقدر چیز ترسناکی شدیم. خب یه چیز دیگه ای هم اینجا نیست همونطور که میبینید، یعنی عملا اومدن اینجا شاید خیلی واسه تو نفع خاصی هم نداشته باشه، ولی میخواستم صرفا این ها
کاربرد سلاح گرم رو اینجا بهتر بهتون نشون بدم، چون حداقل یکم انمی سگ جون تری. در کنارش این رو هم بعد در نظر بگیرید که موقعی که بیفتید بلاد اکوتون میره دست انمی ها. بعض این موقع مثلا دیدید چشم این یه رنگ خاصی پیدا کرده بود و موقعی که کشتیمش بلاد اکوامون که همون حکم سولو داره برامون برگشت، اما بعضی موقع هم روی زمینه و میتونید مثل سری سولز از روی زمین درشت. نگاه کنید دوباره یه دونه لام. تو از خارج شهر اومدی؟ خب من اصلا هیچ کاری با تو ندارم، گوره تو گم کن. ببر بعضی ها کلن اعصابم ندارم. بعضی از این کارکتر هم اصلا کارکتر مهمی نیستم راستشو بخوای. آرام بگیر. آی اون منو پس بدی. کار دیگه با تو نه. خب هم کویک سیلور گرفتی، همینجا یه در داریم. توی شب شکار اومدی در خونه من؟ گم شو بابا. خب این مسیریه که ما باید بریم، ولی من از اینجا نمیرم. اولا که حواستون به ایشون باشه، ایشون اگر شما برید جلو پا میشه و یه تیر بد نثارتون میکنه. سه تا واسه تون کویک سیلور شات میندازه که واقعا خوب و جذاب. مراقب ایشون باشید. آرام بلادستون شارپ که واسه آپگرید سلاحمون بهش احتیاج داریم و اینجا هم چیز خاصی نیست، فقط اینجا اولین بلادستون شاردتون رو میگیرید. آی بی ادب، خجالت بکش، خجالت بکش. اما نگاه کنید اصلا وضعیت شهر آشفته است، چه بلایی سر مردم اینجا اومده. حواستون باشه به محض اینکه اینو بزنید اینا میان بالا. یکم با مدارا باشون فایت کنید. آی آی و تمام. به همین راحتی میتونید کارشون رو یه سره کنید. این آیتم اینجا رو هم فعلا نمیتونیم برداریم، ولی بهترین کاری که میشه انجام داد الان اینه که از اینجا بپرید پایین. خیالتون هم راحت بشه که این دره از الان باز نمیشه. از این صدای نترسید، اتفاق خاصی واسه تون نمیفته. و اینجا اولین سگه رو بریم جلو. بیدادش. سریع بیایید عقب. این بالا یه دونه تفنگی هست که میتونه اذیتتون کنه. اینجا راحت میتونید با اینا فایت کنید. فقط حواستون به این عزیز دل باشه. و پیشنهاد منم اینه که اول اینو بزنید اگر تونستید. نشدم فرزرتون. در نهایت شما کار همه رو همین جوری به همین سادگی یک سره میکنید و اوزام. کنید اینجوری من شاید دمیج زیادی نزنم ولی برد سلاحم بیشتر. پس اینجا چند تا چیزو یاد گرفتیم. اینکه ما چجوری میتونیم به انمی ها توی دو حالت مختلف سلاحمون دمیج بدیم بهشون، و در کنارش اینکه سلاح گرممون چه کار بردی داره. سلاح گرم دقیقا همونطور که گفتم به شما قدرت پری کردن انمی ها رو میده و خیلی کار بردیه. باید یاد بگیرید، تمرین کنید و همینه که خیلی جاها به کارتون میاد. کل بلاد دو هم که در واقع حکم همون سولاییه که ما روی زمین پیدا میکنیم و با ترکوندنشون یه مقدار سول به دست میاریم. اوکی دلیل این سر و صدا توی این سوراخ هست، میریم سراغش.
اما اینجا یه آیتم داریم، بلاد وایل دوتا. چه خبر اینجا؟ میگه اصلا نمیشناسم تو رو، این طرفا ندیدم. تو از خارج شهر اومدی، اونم توی شب شکار. بیچاره ای دلم وسط میسوزه. بهمون خندید و گفت برو کیف کن با شرایط، برو لذت ببر. خب ما اون سمت میریم، اما قبلش اینجا یه سری از این کلاغا کندشن، مراقبشون باشید. خیلی انمی های خاصی نیستن ولی یکم بعضی موقع اذیت کننده میشن. اولیرن هم که مشخصه دیگه، از قیافش و اینا مشخصه که شبیه چیه. اما بریم این سراغ اینی که سر و صدا میکرد. میکنی؟ خب با همین راحتی نشست بعد همیجو. همین که اینا رفت دستشون بالا، شما باید دمیجتون رو بزنید. ترش رو هم از رو این برداری و بلاد وایل و کوکتیل مولوتوف. همین که دست اینا رفت بالا، شما اتک رو بدید با سلاح گرمتون، کار همون ایزی پیزی لیمون اسکویز کولد بلاد. اینجا ما بعدن کار داریم، الان بهش دسترسی نداریم اینجا رو، بنابراین مسیر اصلیمون اینجا نیست. ما در واقع باید بریم همینجا، ولی الان این کار رو نمی کنم. به جاش میام اینجا، اون مسیر رو فقط داشته باشه دیگه که چه شکلی بود. اینجا رو خراب میکنم، از اینجا میپرم پایین. یه سری سگن، یه سریشون تو قفسن، کاری با همون ندارم، و یه سریشون هم بیرونن. بنابراین با حواستون باشه. اصلا مبارزه با سگا هم میتونید نگاه کنید. اینا موقعی که البته این احمق رفت پایین، ولی میشه بیای اینجا. موقعی که میپرن شما یه داج عقب بزنید، دمیجشون نمیخوره بهتون، و از طرف اینا هم جایی میفتن که شما میتونید دوتا اتک خوب بهشون بزنید و کار رو تموم کنید. بیان بزنید بره در دست رفیقاش. اومدم سورپرایزش کنم، آب قد شد. اوکی، ولی در نهایت پیروز میدان ما بودیم. و موقعی که میرسید اینجا میبینید که یه سگی هست و داره رو به یک دری پارس میکنه. یه تو یه هانتری ها؟ جای امنی میشناسی؟ طبیعتا جای امنی نمیشناسیم هنوز. یه همه چیز گردن شماست که این اتفاقا داره توی شهر میفته. میخوای کمکم کنی یا نه؟ ببین بگو جای امنی هست یا نه. حالا چه ربطی به ما داشت که این اتفاق افتاده تو شهر؟ اعصابم نداره. یه با میدونستم تو به درد هیچی نمیخوری. بله. یه گوره تو هم گم کن، برو تا موقعی که جای امن پیدا نکردی باید کاری نداری. بله، به ما اعتماد نداره و میگه که تقصیر شماست که این اتفاق داره میفته. خب من با پایین فعلا کاری ندارم، ولی یه تایپ انمی جدید اینجا هست. نمی‌کنی؟ اینا دقیقا مثل همون اوگرا، به محض اینکه دست رو برد بالا برید جلو و با همین حرکت تا رو در بیارید، بلاد وایلتون هم بردارید. و دیدید یه دونش رفت صندوق. من 20 تا بلاد وایل توی حالت عادی میتونم حمل بکنم، 20 تا بلاد وایل و 20 تا هم سیلور کریچر، که
در واقع هر چقدر که اضافه بشه میره توی صندوقم و مهمه این که من بمیرم و پاشم برام شارژ میشه. حواستون باشه که از کجا اومدم دیگه، دقت کردی؟ اینجا یه سری مسیر هست که شما نیاز دارید بیاید. به اینا بعضی موقعی سری آیتم هست که الان دقیق یادم نیست، ولی حواستون باشه. اما اینجا رو که بیاید میرسیم به اولین NPC داخل شهر که میتونیم ببینیمش، که اسمش آیلینه. میگه تو یه شکارچی و یه آدمی که مال این شهر نیست، چی شده که اصلا تو سرکلت اینجا پیدا شده، اونم تو این شب عجیب و غریب؟ میگه اینم به خاطر هانتر جدیدمون و بهمون بولد هانتر مارک میده که این حکم هموارد بونو واسه تون داره، براتون میگردونه به آخرین لمپتون. یا خودتو واسه بدترین چیزا آماده کن. هیچ انسان اینجا باقی نمونده، فقط هیولاهای گشنن که توی این شهرن. چی شده؟ چه اتفاقی توی یارنام افتاده؟ یه چی شده؟ میگه یه هانتری که یکم حالش بد شده به خاطر چند تا هیولا. نگران نباش. میگه بدون ترس توی قلب ما این هیولاها خیلی ترسی به جونشون نمیافته و بهمون یه دونه جسچر میده به اسم شیک آف کیپ. میگه تو اینجا چیکار میکنی؟ الکی از خود ول نچر، برو باید شکار کنی. و فعلا کوست ایشون استارت میخوره و صحبت دیگه ای هم نداره. آیلین رو ما چند بار میبینی و در نهایت یه جایی هم کمکمون میکنه، اما فعلا دیگه باش کاری نداری. خب من میخوام اینا رو بزنم بدون اینکه بیفتم پایین. حواستون باشه میتونید اینجا رو قشنگ توی حالت دوم سلاحتون رو قرار بدید که برد بیشتری داشته باشه و اینا رو بزنید و بندازید پایین. دوتا جسد اینجا هستن که میتونن کمکتون کنن. این بالا هم دیگه چیز خاصی نیست، اما اگر میخواید بپرید پایین الان از این منطقه میتونه بهترین انتخابتون باشه که نکنید از کجا در میایم. دقیقا جایی که یه نمیه رو کشتیم. اما بیاید اینجا نکنید، یه دونه اینجاست، یه دونه هم اون تب ایستاده که با تیر میزنه تو. خیلی مراقب باشید این تیکر رو. داداش برگشتی یه دفعه، من پشتت بودم، دیدی اومد بیرون. بیاد اینجا، از این پشت هیچ غلطی نمیتونه بکنه. تا با دوتا اتاک به خدمتش برسید. بوکسیل و شاتمون هم بنداز، شما هم که بلاد وایلمون رو بده، دمتون گرم. خلاصه دارید قشنگ تأمینمون میکنید تا آخر بازی. بلاد دو و اون سمت ما همچنان انمی داریم. خب بریم سراغ اینا. خوب پویزم میخورن ها، یعنی همینجوری پشت سر هم اتک بدید کار در میاد قشنگ. و اینجا دیگه تقریبا پاکسازیه. فعلا پایین نمیرم، ولی برای پایین رو میریم بالاخره انجام میدیم. اونایی هم که میبینید آیتمایی که از بالا زدیم افتادن پایین، فعلا میام اینجا. البته اینجا که نه، اون بر این بر همین جایی که اومدیم. صدا رو میشنوی؟ چه صدای پای انمی. اول بیاید اینجا، فقط حواستون باشه اینجا پر اینایی هم که با سلاح گرم به سمتتون شلیک میکنن، یکم باید مراقب باشی. فقط نهیم تو پایین دیدم اینجا چقدر زیبا. آی
بده من خشتکت پاره است داداش. خب بد کسی در افتاده. خب من یه دونم بالا میزنم، یعنی دیپد بالا رو میزنم که اچ‌بیم کم شه و در واقع دو تا تیر میگم دو تا پنج تا تیر بگیرم و اینجام دو تا بلاد وایل بردارم از روی این. بنابراین بعضی موقع حواستون به این موضوع باشه. پس ما دو راه واسه یه هیل کردن خودمون داریم. میتونیم به شکل‌های مختلف از سلاح‌هامون استفاده کنیم و در نهایت سلاح گر چیه؟ دوست ماست و میتونه کمک کنه به دشمن‌ها دمیج‌های بیشتری بزنه. آی آی بمیر. چیزی که یادمه اینه که توی اینا یه پدستگی بود، این پدستگ آیتمم نبود. خب بریم اون بر، اون برم آیتمشو برداریم قبل از اینکه بریم. اینا بیشتر فاز وحشت بازی رو دارن، خیلی انمی های خاصی نیستن. پبلم فقط واسه بزن، خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، ولی یه دفعه میپرم بیرون اذیتتون میکنن دیگه، میترسوننت. هم بیم اینجا، اینجا ها ما یه سری آیتم آیتم داریم. اون بر که خبری نیست، اینجا فقط یه آیتمه که واسه برداشتنش کافیه. بیاید اینجا آروم بپرید پایین و بلادستون شارد. خب اینم که جنازه این کلاغه هاست. این بر ما کار داریم، اما قبلش بریم این سمت رو یه پاکسازی بکنیم، چون اینجا بچه ها انمی منمی هست. این سمت میخوره به جایی که من نیومدم، ولی میریم و کاراشو انجام میدیم. اما اینجا دیگه چیز خاصی نیست تا اونجایی که من هم یادم. خب واسه اینکه این بالا رو پاکسازی بکنیم، بهترین کار اینه که بیاد اینجا، برگردیم همون نقطه اصلیمون و اول از همینجا بپریم پایین. اینجا خبری نیست، ولی اینجا یه دونه موش داریم. صدای اینا بود که میدونم اینا بهتون یه چیزایی حالت تروینگ نایف میدن. و خیلی کاربردی نیست، خود چون اینکه شما یه سلاح گرم دارید واسه انگیج کردن انمی ها، خیلی دمیج خاصی هم راستش رو بخوای نمیزنن اگر جسچر من کار نکنه. بلادستون شار. و کاری که حالا باید انجام بدیم اینه که اینجا بپریم پایین. اینا انگیج میشن یا نمیشن؟ اینو به من بگی؟ میشه بگی؟ مثل اینکه دلشون نیست که انگیج بشن. شما هم خداحافظ و تمام. اینجا یه آیتمی برمیداریم به اسم مدزمن نالج. جلوتر بهتون میگم که این چه کاربردی داره، ولی نگاه بکنید میگه دانش مرد دیوانه. دانش توی این دنیا به چه کار من میاد؟ من چرا باید دانش داشته باشم؟ ولی شاید باورتون نشه، این یکی از مهمترین آیتم های بازی و به شدت میتونه تاثیرگذار باشه واسه تون، خصوصا روی داستان. اوکی یه پشت اینا و اینجا هم دوباره دوتا هستن و تمام. از این دو حالت سلاحتون میتونید خیلی جاها خوب استفاده کنید، بنابراین
اصلا نترسید از استفاده ازش. ساس پیر این هم یک سلاح دیگه است که باید داشته باشیدش. و نکته ای هم که در مورد سلاح وجود داره اینه که شما باید هم سلاح های بازی اصلی و هم سلاح های DLC رو توی دستاتون داشته باشید تا یکی از تروفی تا در واقع دوتا از تروفیاتون براتون هاپ بشه. پس حواستون به این قضیه کاملا بشه. خب من پاکسازی های لازم رو کردم اینجا برای اینکه خیلی روند کار واسم ساده تر بشه، یه کوکتل مولوتوف دستم میگیرم. نگاه کنید اینجا یه سری انیمی افتادن، خب دمیج زیادی باید به اینا بزنید واسه اینکه بمیرن، ولی به نسبت به آتیش حساسن و به همین سادگی میتونید یکم اون پایین رو واسه خودتون خلوت کنید. اینا هم باید پلان جتک بزنید، اینا رو تو بالا میارن و کسافت هم رسمن. حواستون باشه که این اتفاق واسه تون نیفته. 10 تا کویک سیلور بولت ای پشتش، چند تا دمیج راحت کارش رو تمام کنید. انمیای خیلی سختی نیستن، همینجوری هم میتونید بشینید بالا سرشون تی بگشون کنید، ولی باید مراقب باشید به هر حال، چون یه دفعه موقعی که تعداد انمی ها زیاد بشه آدم ممکنه بلای بدی سرش بده. خب نبیایم جلو. ببینید چون دستشون درازه من ترجیح میدم که از حالت دوم سلاح هم استفاده کنم که بتونم دمیج های بهتری بزنم بهشون. اینجا پر ایناست، یعنی هر جا بگردید یه 3-4 تا از اینا پیدا میشه، پس باید خیلی مراقب خودتون باشید. در بار دوتا پرنده این بالا بودن پریدن پایین، بگیر چیز عجیب و غریبی نیست. قبل بریم پایین، همچنان اینجا ها پرن بچه ها، نکن پوره انمیه، یعنی اصلا شوخی نگید. آی یه دست هم خیلی دستشون درازه. انمی های سختی نیستن ها، ولی مسئله شون اینه که خیلی یه دفعه رنج اتکاشون زیاده و هر از گاهی شما عادت نمی کنید به رنج اتکای اینا. دلمم از اینا اینجاست. آره این هم تمامه، بلادستون شارد. الان طبیعتا میتونیم یک سری لول بدیم به سلاحمون، خیلی خوبه، اتفاق قشنگ. مراقب این دوتا اسکول هم باشه، یکی دیگه هم هست. بطم اینجا ما دوتا راه حل داریم، یکیش اینکه بیایم بالا و یه شورتکات باز کنیم و در کنارش یه جایی هم داریم که بتونیم بریم واسه فارم قشنگ. بریم اینجا بلاد اکو که حکم در واقع چیز رو برای ما داره، حکم سول واسه ما رو داره، بریم فارم بکنیم. یه فارم به شدت ساده و کاربردی که از هر بار اومدن و رفتنش چیزی حدود 500 تا بلاد اکو واسه ما میفته. این از ایشون بکرم، اینجا رو مراقب باشید. چقدر به موقع، چقدر به موقع. شما برو خونه دایید، شما برو خونه احمد. اه شما نموردی داداش. آی آی داشتی منو میکشی.
اینجوری میزنمت. گرمای گلوله رو حس کن. بلاد وایل و بلاد وایل. اینجا انمی داریم، بلادستون شار، بویپ سیلور شار. و نگاه کنید از کجا در میای. از لامپمون که در واقع ما برگشتیم اومدیم جایی که بازی رو شروع کرده بودیم و تا اینجا شرایط کاملا واسمون استیبل بوده. اما تا اینجا کلی چیز بهتون یاد دادم در مورد دنیای بلادبورن، اطلاعات بهتون دادم و با بازی آشنا شدیم. اپیزود بعدی قرار بریم دوتا باس بزنیم، پس حتما حواستون رو اپیزود بعدی باشه. خیلی مخلصیم، تا ویدیوی بعدی. فعلا خدا.